درود گرم من به ملت بزرگ ایران، به ملتی که نیروی لایزالش بار دیگر در آیین شکوهمند همبستگی شاه و ملت متجلی شده است. درود من به رضا شاه کبیر، سردار بزرگ تاریخ ایران و بنیانگذار شاهنشاهی پهلوی، مردی که از میان ملت ایران برخاست و هرگز جز به ایران نیندیشید، برای ایران زیست و برای ایران مرد. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. هر روز که میگذره با بودن این نظام ما ضربه بیشتری داریم میخوریم، بنابراین بایستی واقعا جنبید. من میخوام یک بارم که شده ما بگیم که برای بار اول در تاریخ کشورم به عنوان مردم ایران به دست خودمون سرنوشت خودمون رو تعیین کردیم، نظام خودمون رو مشخص کردیم، نه به ارث بردیم، نه امریکا درش درگیر بوده، نه تقصیر انگلیس بوده، بلکه مسئول نتیجه تصمیم و خاص خودمون بوده باشه. نباید خیلی چشم بدن قضیه را، باید بزنن دهن هیچنین آدمی رو خورد کنن. در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم. در خاک مقدس ایران زاده شده ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت. ما بگیم چه احساسی رو کنید از برگشت به ایران؟ زمستان‌های دیروز
آن دیروزهای قشنگ یاد باد. آن روزها که همه چیز سر جای خودش بود. زمستانمان زمستان و بهارمان بهار. تابستان و پاییزمان. آن روزها که سوراخی در آسمان نبود و نه حفره‌ای در دل. آن روزها که هر کس سرش به کار خود بود و دست رفیقان در دست. نه چشمی به دست دیگران داشتیم و نه امیدی به اغیار که دستش بر زانوی خود بود و بی نیاز از ما بهتران. چه شد که امروز بودردن شد؟ هوا در باز و دریا در فروش، آسمان زار می زد و کوه می شکافد، زمین می لرزد و جنگل می سوزد. طبیعت از آدم ها گله دارد که بشر با خودخواهی خود ملاگونه خود را صاحب زمین می گیرد. او نمی داند که تمام موجودات به زمین حق دارد. او نمی داند که طبیعت انتقام می گیرد. فریاد می زند، به خروش در می آید و از خشم می لرزد. دنیا را به آتش می کشد. بشر با سرعت خود طبیعت را جا گذاشت و این سرعت بی انجام گریبان خودش را گرفت. با طبیعت همگام شد. طبیعت از تو گله دارد. نمایشی در میدان مبارزه، در گود رقابت ها، در هرج و مرج دخالت ها، در بند و بست اسارت آزادی ها و در قیل و قال حبس افکار ممنوع رهایی، در زمین نمایش بازی‌های از پیش تعیین شده جهانی، داورها تصمیم می‌گیرند. تصمیمی از پیش جویده شده که به خوردشان داده. و ریسمان به دستان پشت پرده، ریسمان به دست سرنوشت‌ها را تعیین می‌کنند. و نتایج را دیده. و جالب این که دل بازیکن‌ها به قهرمانی خوش است. آنها نمی دانند که مبارزات و جنگ ها را در اتاقهای دربسته و در پشت میزهای عریض و طویل، در جلسات سوداگران و به مصلحت جیب آنها صورت می گیرد. جنگجویان و قهرمانان عروسک های کوچک که با ریسمانی به پشت پرده اتصال دارد و بی اراده به مسلق سرنوشتی که از آن پشت دیکته می شود محکومند. آنها نمی دانند سرپیچی از این سناریو و تکرفی قهرمانانه موجب عاقبتی همچون حبابی از کف تابو خواهد شد. به چشم هم زدنی در اوج انباج سرمستی محو و نابود خواهند شد و بقای آنان بستگی به همراهی در نمایش کارگردانان را دارد. شوربختانه در اصلی زندگی می‌کنیم که هر لقمه‌ای که در دهان می‌گذاریم از پیش جویده شده. حتی قهرمانانمان صورتک‌های بزک کرده‌اند که سر نخ اراده‌شان به دست سوداگران است. ما جملگی تماشاگران ساده‌لوحی هستیم که برای دیدن این فریبکاری ها با مبالغ گزاف بلیط ورودی به این مراکز سردرگمی را تهیه می‌کنیم
و برای شرکت در این بازار مکانه و کاره سر و دست میشکنیم. قافل از این که قهرمانی در صداقت و رادمردی، در انسانیت و دستگیری، در نوع دوستی و آزادگی، در بی‌نیازی و افتادگی است و بس. با درود خدمت شما دوستان عزیز، هموطنان نازنین، برنامه دیگر هست و در خدمت جناب آقای کالی هستیم. کالی جان بسیار خوش آمدی. با درود اشکان عزیز، امیدوارم که حالت خوب باشه و درود بر دوستان و شنوندگان با وفای عزیز و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه شانسی ندارم که در خدمت شما باشم و در جمع شما شرکت کنم. قربان شما، باعث خوب و خوش و سرحال باشم. باعث افتخار ماست، لطف دارید شما، محبت دارید. چه خبرها الان؟ نزدیک های دیگه، یعنی نزدیک نه، 4 هفته مونده تا کریسمس، ولی خب نه کمتر، 3 هفته دیگه. بس ندارین این 4 هفته مونده به کریسمس و اینا؟ ما نه، اینجا اصلا این چیزایی رسم و رسوم ها ندارن کلا اینجا، یعنی عجب کافرن همه. خب اون وقت چه خبره؟ اینجا میدونی 4 هفته قبل از بین آفتون کریسمس اینجا ادونت میگیرن، یعنی 4 تا یه شنبه قبل از چیزو اینا پیشواز میدن. یه دستک دومکایی هم درست میکنن مثل تاج گل و اینا که با علفای سبز و با این کاجا و اینا تزیین میکنن و 4 تا شم میدارن روش. هر یک دونه یک شنبه که میاد اینا که همسایی هستن و اینا دور هم جمع میشن، یا اینکه دوستان میرن دیدن هم دیگه گاهی وقتی و اینا، یکی از شما رو روشن میکنم. یه شنبه پیش یه شما رو روشن کرد، بعد این هفته یه شنبه فردا دومی، یعنی اولی و دومی روشن میکنی، بعد سومی چهارمی، تا چهارمی که روشن میکنه دیگه کریسمس میشه دیگه. ما چه رسم جالبی ما هفته پیش الان هم اتفاقا داشتم چیز میکردم، چون میگن شیرینی میفروختم که فردا لابدی کسایی میان دخترم که حتما میاد اون هفته میاد. بعد یاد هفته پیش افتادم، هفته پیش من یه دوستی داشتم، یه دوستی دارم که یه خانومی خیلی از قدیم، چون من میشناختم، این تازه اومده بود آلمان، زبونم بلد نبود، از شوهر جدا شده بود، یه بچه کوچیک داشت. خلاصه این دیگه آشنا شدیم و من برای کارهای ترجمه شو اینا یه خونگر کمکش کردم اینا. این بچه از اون اول من میگفتش که همون گفتیم باش. بعد چند وقت دایی وقتی تماس داره و میاد اینجا، دانشگاه رفت و بچه و نمیدونم خیلی موفقه، دایی وقتی هم زنگ میزنه اول همو جانشو میپرسه. بعد هفته پیش زنگ زدش که من ادونت هست به خونه من بیام بسری بزنم، یه نامزد کردم میخوام معرفی کنم نظر شما رو بپرسم. گفتم خوش بیاد. من هم مطابق معمول یه چند تا از این چیزایی که تو فیر گذاشتم و دونم چی میگن حاضری مثلا درست کردم و یارو سریع اومد تو. آقای پولش جوان ورزشکار خیلی برازنده مؤدب ورزشکاری آلمانی هم دیدم این وقت که من این سینی رو آوردم چشاش گود شده که چه خبره مهمونی فلانی نمستم. ما اینطوری هستیم، ما از ایران عادت کردیم و اینطوری هستیم، مثل اینجا حالا همینطوری ها. من دیگه دیدم یه خیلی شروعش کرده، گفتم که اینجا مثل اینجا نیستش که واقعا همینطوری ها، یه چیز حالا وسط کاری آدم آمد. اینجا مثلا رسمه که اولا کسی که شام کسی دعوت نمی کنه که مثلا در همسایه یا بتدار اینا اصلا حرفش ندارم. فوقش یه کافه قهوه کافه کوخن میگن اینجا، به قهوه ای رو اگر دعوتت کنن بازم خوبه. بعد آره اکی هم که میاد
مثلا رسمی مثلا شام اگه بدی که خیلی کم اتفاق میفته، مثلا معمولا یه دست گلی، یه شرابی، یه شکلات، یه چیزی باید ببری دیگه، این که همه جا رسم. اون وقت برای قهوه هم که میان سه تا مثلا سه نفری، مثلا من اینجا بودم، دو نفرم اینا بودن، قرار بود بیان سه نفر، اینا سه تا شیرینی آورده بودن به خودش. از دستش هم نمیدونست که میخواست حتما چیز بکنه که آلمانی بازی تاثیر که یعنی تصویب بشه که اون آورده. تشکر کردیم و گفتم خب اگه یکی دیگه بود واقعا چند دفعه اتفاق افتاده ها. مثلا فکر نمی کنن که شاید یه بدبخت دیگه هم اونجا باشه، همون ستا رو میارن. حالا اگه ایرانی بیاد یه همچه کاری بخواد بکنه، برای یه هفته هم شیرینی دارید تو خونه. بعد همین جریمه رو برای این تعریف کردم. بعد گفتم آره ایران اینطوریه و اینا. گفت خب اینجا آلمانی سختی جنگ های 30 ساله رو دیده و بعد سختی های جنگ بعد از جنگ رو دیده و اینا. گفتم این حرفا چیه، ایران که کلا سختی دیده فقط. تمام زلزله و تمام بدبختی ها و اینا سرش اومده، این به تربیت اولیه است و اون چیزه منشته، این یاد گرفتنی هم نیست. آلمانی خصیصه، یعنی حسابگره خیلی. مثلا یکی میاد در دلم باشد، یکی میاد تنسیت شیرینی که میاره، بعدش هم میگه که من برای خودم مثلا این شکلاتی رو گرفتم. یعنی اینو کسی نگاه چپ بهش نکنه، من از اول چیزو میبنده. چی میگم ولی بازم خوبه نسبتا حساب کنی، اصلا تو فنلاند کسی از چیزی نمیگیره در جایی، اصلا یه چیز عجیب غریبه. بعد بعدیش هم اینه، اگرم واسه طرف بگیری یارو فکر میکنه یا خیلی آدم ساده ای هستین یا یه نقشه تو سرتونه مثلا. خیلی چیزه، اصلا آدم معذب میشه. مثلا یه دفعه ما یه جایی دعوت شده بودیم، بعد دیگه میگم که جزو چیزهای ثابت که آلمانی شام دعوت میشی، یعنی خیلی دیگه خبره، دعوتمون کرده اینا. بعد خانومه قبل ما مثلا اون بر نشسته بودیم قبل از که سر میز بیایم، گفتش که کیا بگن که چند تا شعر چند تا قطعه نون میخورن که من ببرم. یعنی اول باید پرسشنامه جواب بدی بعد بری سر میز. میگم بازم نسبت به فنلاندیا خیلی بهترن خدا وکیلی. بعد خانم هم موقع زنده بود، اگر شما گفتم گیت کرد نونات میده با من بیاره، گفتم نه بابا نیم ساعت باید تو پرسش دامه جواب بدیم ولش کن. میگم بازم چیز اینجا اصلا فنلاند کلن اصلا خبری نیست، خیلی بدجوریه و اثر شدید میذاره. من دستلشو میلرزه، میدونی اونطوری اون منش طبع بلند ایرانی رو نداره دقیقا. واقعا اون چیزه، بله این برم همینطوره. نه میخواستم بگم واقعا چقدر بدتره، تازه این بر خیلی بدتره. بعد من یادم حتی انگلیس رفته بودم دوربر سال 2003-2004 اینجوری ها بود، رفته بودم انگلستان، توی لندن بودم، طرف بهم گفتش مثلا چطوری فلان اینا، همسایه گفتش که بعد از ظهر بیا بریم با هم دیگه مثلا یه چای بخوریم و اینا، بیا خونه ما. من تعجب کرده بودم، میگفتم اینا خول هم دارن با هم حرف میزنن. بعد گفتم نه من خول شدم، انقدر موندم تو این فرد، چون فنلاند اینجوریه مثلا با طرف تو اتوبوس هم بشینیم، مثلا فرض کن از اینجا تا چین هم بخوایم بریم مثلا 10 روز 20 روز طول بکشه، این فقط مستقیم روبروش نگاه میکنه، یعنی حتی نگاه هم به شما نمیکنه، اینقدر کتی زن اینا خیلی خوشگرم اینجوری هست. خلاصه خیلی فقط خودشونو فکر میکنن، یعنی فقط خودشون، حتی از بچهش یارو کتا میذاره که مثلا یه دفعه حق بشه بچهش نخوره، بچه خودشون. این از این چیز من امروز یه چیزی دیدم عصبانی شدم، اینا یه دونه چیز ساختن، یه ساختمونی به نام بهشت تیانوس، نمیدونم چی توی خیابون فرشته.
بعد نوشته بود توی اینترنت داستان تعریف کرده بود که چی هست و چی جوریه و نمیدونم چی میگن چیز آفتابی و نمیدونم 6100 تا زیر بنا و نه 6100 تا زمین و نمیدونم 30 طبقه 5 طبقه زیر زمین از این حرفا و اینا. بعد قیمت هایی که نوشته اصلا من سه تا صفرشم کم کردم دیدم هنوز جا ندارم. نه نمیشه فکر. 4 تا صفر کم کنین اصلا بازم نمیرسی، اصلا نمیرسی، خیلی چیز عجیب غریبیه. اتفاقا همین نگم بخواهم اون کسی که این سند مالکیش رو میگیره یعنی اعتراف کرده که من دزدم، من با این آخونده دست دارم، چون کسی دیگه آدمه چیگن با وجدانی که از روی کار بخواد پول در بیاره که این پولا رو نمیتونه در بیاره، که این حتما یه کار غیر قانونی داره، غیر انسانی، نه غیر قانونی، اصلا یه خودشون درست میکنن، اصلا یه کثافتکاری هایی کردن توی ایران. شما میبینی یکی هست نون نداره بخوره، اون یکی بستنی که روکش طلا داره نمیدونم چقدر چند صد هزار تومن یه دونه بستنی. آخه بابا عجیب آدم اصلا. میگم آره این اخبار اصلا آدم میشنوه اصلا، و واقعا هم به قول شما وقتی که اینا رو نوشتم یه چیزی گفتم گفتم که این اصلا واقعا من الان ببین حساب کن، حالا تو که حتما خیلی بیشتر، من که آره کسی ما رو نمیشناسی که همین چند تایی هم که خواهش میکنیم این همش بابا اختیار داریم، 100 هزار تا که زیاده، ولی 200 تا مسیج دارم از ایران که فلانی مثلا درگیره و اینا. گفتم بالا به خدا من اگه توانم بود آرزو داشتم که انقدر توان داشتم که به همه کمک میکردم، ما که بابا یه بازنشسته میگیریم اینجا دهم ماه اگه برسه خیلی شانس آوردی. درسته، نه میدونم، نه واقعا نمیشه، واقعا وضعشون خرابه. بله اونم اصلا چند تا سوراخ اگه یکی دوتا نی آدم بتونه پر کنه که انقدر زیاده، و واقعا آدم میمونه یه بیشرف بازیشون. به قول شما حرف درستی میزنی، تا همکار در کثافتکاری اینا نباشن نمیشه این هم... نمیگم کسی که اونجا مثلا پول داره همشون فلان فلان شدن، نه اصلا من منظورم نه این. اصلا و... ولی بعضی هاشون واقعا کثافت کاری میکنن. آخه بگو تو این وضعیت ملت میان فخر فروشی هم میکنن، نمیدونم با ماشیناشون تو خیابونا و نمیدونم املاکشون رو به روخ هم میکشن، هایست که از قبل قلوبه شده، بعد دیگه باید یه جور سر باز کنه دیگه. درسته، مخصوصا یه سریشون هم از این گدازاده هایی بودن، از این حالا زن ملا شده زن چی شده به کجا رسیده. بله اونا دیگه اصلا واقعا به قول شما هول میزنن، چون میدونن که داخل ممکنه که چیم گفت فقط همین کوتاه مدت باشه، یعنی کوتاه مدت که الان من 40 سال داریم میگیم کوتاه مدت، نه دیگه همونجوری ریز ریز داره میره. صبر کوچیک خدا 40 ساله ها. والا سبز کوچیکه هم رد شد، 2 سال ازش رد شده، ولی کلن میگم آخه یه داستانی داره مولاناست، نمیدونم کیه، برمیگرده طرف میگه آقا 100 تا گردود چقدر میشه، طرف مثلا میگه 5 سکه، میگه 5 مثلا چه میدونم 50 تا گردود چقدر میشه، میگه 2.5 سکه، همینجوری میشموره میگه 10 تا گردو چقدر میشه، اینقدر میگه 5 تا گردو چقدر، میگه یه دونه گردو چقدر میشه، طرف برمیگرده میگه خب یه دونه رو ورد و برو، هیچی نمیشه، ورد و برو، دوباره میره یه دور میزنه میاد دوباره همین سوالا رو میکنه، میگه 100 تا چقدر میشه، 50 تا چقدر میشه، 40 تا چقدر میشه، میرسه میگه این یه دونه چقدر میشه، دوباره هی چند بار میره و میاد میبینه یارو میبینه یه دونه یه دونه از این 10 تا گردو گرفته. حالا نقل ماها شده، هی گفتیم این 4 سال نمیدونم، اول میگفتن ریگان بیاد اینا میره، رادیو شهیاد داره بدآموزی میکنه، از فردا همه رو میگفتن نه واقعا آخه ما هم اینجوری شد، اول گفتن ریگان میاد اینا میرن، 8 سال ریگان موند اینا نرفتن، گفتن نمیدونم فلانی میاد اون بوش پدر میاد اینا میرن، هیچ خبر نشد،
رفت تموم شد. امیدی بهت بدن دفعه دیگه ترامپ میاد شرکت میکنه میگم دیگه همینجوری چهار سال هی میره یهو نگاه میکنیم اینی 40 سال شد دیگه همینجوری ما گفتیم این سال میره اون سال میره این اتفاق میفته میره اون اتفاق میفته میره شد 42 سال اینا هنوز که هنوزه موندن. حالا ترامپ بمونه یه 4 سال دیگه هم ما رو سر کار میذارن. حالا ببینیم چی کار میکنن. دیگه اگرم بره که بعدا میگه که بازم میخواد بیاد شرکت کنه بسیم که 2024 مثلا که 2024 میمیستن که گفتن میاد. البته مثلا که اگه حتی رئیس جمهور هم بشه میخواد شرکت کنه، چون میدونید که تو آمریکا میشه هر چند بار که دلشون خواست شرکت کنه. آره. یه دونه روزولت بوده تو کل تاریخ آمریکا که 3 بار رئیس جمهور شده، یعنی 3 تا 4 سال 12 سال این رئیس جمهور شد. ولی اونای دیگه معمولا همون 2 دوره که میمونن پا میشن میرن. اینم باید مثل اردوانش میکردن نمادابان عمر آره دیگه کلا مادام العمر میکردن تو بعدش هم تز میکردن دیگه موروسیش میکردن تو. آره پوتین هم همینطوری شد دیگه، بعد جاش عوض کرد و بعد بالا پایین کرد. حالا اونا یه خورده بالا پایین این ورون ور میکنن. تو سوریه خیلی جالبه. آره. این یارو که مرد، حافظ اسد که مرد، این بشار اسد سنش هم نمیخورد به پادشاهی. قانون اساسی اول عوض کردن که این سنش بخوره، بعد اینو کردنش بهش رأی دادن شد رئیس جمهور. اینجوریه دیگه دیگه تو کشوره ما. دیگه چیکار میکنیم اونور با کرونا؟ من که کاری با کرونا ندارم، مثلا باور نمیکنم. هنوزم میگه الان که 23 هزار نفر گفتم توی هفته گذشته دیدم گرفتن و نمیدونم 500 نفر مردن و میگن دیگه. آخه من نمیدونم اینا میگن تا ساعت 10 مثلا فرض کن آی بگیرین ببندین دهن تو ببندین ببینم دهن فوزدن ببندین اینا، بعد تو اتوبوس میچفن به هم دیگه اونجا مثلا دقیقا کاراشون یه خود درده من بیردی هست. نمیدونم من خودم هم موندم توش، اینقدر صحبت های مختلف هستش که آدم میمونه توش که کدومشون راست میگن کدومشون دروغ میگن. ولی در حال من هنوز از اون اولش هم گفتم من این مسئله رو به اون صورتی که اینا میگن باور ندارم. درسته. به هیچ وجه. آخه من یه چیزی موندم بعد از که داشتم گفتم. بله بله. توی قسمت این تزار رفته بودم، مواد بهداشتی تو فروشگاه هست که نمیدونم خوشبو کننده لباس و فلان اینا، ماسکم هم رو دهنمون بود، رفتم اونجا دیدم این بویه این میزنه قشنگ، من یعنی حس میکنم این بورو، قشنگ حس میکردم بورو. بعد میگم که خب این ویروس این که میگن از اینم کوچیکتر و ریزتره، چجوری این بو رو حس میکنم؟ یعنی ویروس نمیتونه اگه باشه منتقل بشه؟ اصلا یه چیز عجیب غریبیه. بعد واکسن رو اونجا نگفتن بهتون؟ چرا اینجا هم گفتن؟ الان اتفاقا یه جاهای مثلا سالونای نمایشگاه رو دارن روز میکنن که یکی روزی 150,000 نفر میخوان تست کنن و واکسن بزنن و از این کار رو بکنن. آه. اجباری نیست؟ ولی اینجا خیلی سرصدا شده که مردم بخوان که بایکوتش کنن که نکنن. آه. ولی همه هم میکنن، وقتی که اینا میگن که دل بخواهیه، ولی اگه بگن که اگه مسافرت میخوایم بریم باید که برقه واکسنتون بدین، خب مجبوره یاره که میخواد بره مجبوره دیگه، میگن دل بخواهیه ولی یه جوری جای چیزی رو پاد میزنن که مجبوره بکنن. درسته. بعد اینجا اصلا دل بخواهی نی، اینجا گفتن اجباریه، باید میان دم خونه هاتون میگیم بزنن، اصلا سالن مالون هم نذاشتن، میان دم خونه میگن باید بزنیم. خب وقت چی اون کسی که میخواد آمپول بزنه خود باید انتخاب کنی یا اینکه شانسیه؟ نه دیگه اون شانسیه. شما رو بخوان گولت بزنن یکی رو میفرستن همچین ترگل برگل، میگن این خانم قرار شما رو آمپول بزنه دیگه، 20 تا واکسن هم میگن میزنی یا قشن مشخص کنه اگر این دل خوش کنن که باشی. خیلی حالی
سپاسگزارم کارلی جان، لطف کردی که به ما وقت دادی، باز باز صحبت کردیم. امیدوارم هفته دیگه هم وقت به ما بدی با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی خوشحال شدم. از همچنین بدرود دوستان عزیز، تا هفته آینده، روز روزگار شما خوش. سپاسگزارم. دوستان عزیز، همراه با کارلی گرامی با شما خداحافظی میکنم. روز شب وقتتون خوش. خدا نگهدار. حباب شیشه‌ای. گاهی پس از سالهای مدید پیوسته در جمع بودن، احساس خستگی میکنی و تنهایی به تو آرامش خوشایند میبخشه. در اولین فرصت خودت را از جمع جدا در حباب شیشه‌ای پناه میبری. از محبوس بودن در این حبس خودساخته احساس آزادی و رضایت خواهی کرد. ولی بدان که عادت کردن به تنهایی عوارضی هم دارد. پس از مدتی حوصله هیچ رفتار نخواهی داشت. هیچ دق و بابی، هیچ زنگی دلت را به تپش نخواهد آورد. میل به شرکت در هیچ جمعی را نخواهی داشت. یک فراری به قوه از جمع. و پس از وقتی حتی حوصله ادامه صحبت را با عزیزترینت از دست خواهی داد. جویای خودت خواهی بود و تنهایی. و در دراز مدت زندگیت به یک زندگی نباتی تبدیل خواهد شد. به مثال گیاهی بدون تحرک امکان رشد داری، ولی رشدی بدون حرکت و عاری از عطر گل، به بیرنگی یک حباب، در حالی که هر از گاهی یک نفس گرم، یک دست نوازش گرم تارهای دلت را به ترنم در خواهد آورد و سمفونی عشق را تجربه خواهی کرد. حباب را پس بزن، گاهی زندگی را زندگی کن. همای سعادت. کوتاه سخن آن که گرچه بارها مزه شکست را چشیده، چند بار دست پایش را بسته و بالش را قیچی کردن، گرچه در بند بود و روزگاری به کوتاهی عصر قجر گوش به فرمان ارباب مغربی، پهلوی او را ساخت و فارغ از یوغ اجنبی که اغیار عزت او را به چشم نتوان دید. با تیغ دین چنان زخمی برای فرود آوردن که زخم خورده مجروم و محروم همچون یتیمی آواره و عریان و گرسنه، ملا رمق از جانش گرفت. با این حال پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را هرگز فراموش نکرده و کوروش پیوسته در دلها معبا دارد. ابورا او را پاس داشته و سیمرغ را از قله نور نجاتش خواهد برساند. همانطور که بارها در طول تاریخ این کهندیار شاهد بود. همای سعادت دوباره بر فرق این ملت زرد کشیده و مظلوم خواهد نشست. همانطور که در عصر پهلوی نشسته بود. ولی شوربختانه ملت ساده لوح فریب کرکس‌ها را خوردند. به امید بازگشت مرغ سعادت پس از 40 سال نکبت.